اگه ویندوز 10 دارید و میخواید به ویندوز 11 آپگرید کنید اگه برید توی منوی ستینگ و بزنید ویندوز آپدیت آیا آپدیت ویندوز 11 رو میگیرید یا نه تحت چه شرایطی امکان داره آپدیت رو بگیرید و آیا راه راحتتری هستش که آپدیت بتونید انجام بدید نه امروز قرار سناریو آپدیت از ویندوز 10 به 11 رو براتون توضیح بدم با من همراه باشید سلام من علیشیر کاوینی هستم اینجا چهاره ای کامتره و همونجوری که گفتم قراره تمامی سناریوهای آپدیت از ویندوز 10 به ویندوز 11 رو بهتون توضیح بدم دقت کنید سری ویدیوهای ویندوز 11 رو دارم میسازم و توی هر ویدیو دارم جواب یکی از مهمترین سوالات رو میدم اگه میخواید این جواب رو از دست ندید میتونید پلیلیست ویندوز 11 رو دنبال کنید خب حالا بریم سراغ این من ویندوز 10 دارم و میخوام آپگرید کنم به ویندوز 11 اگه برید از منوی سیتینگ ستینگ آپدیت رو بزنید و ویندوز آپدیت رو بزنید احتمال 99 درصد جزء افرادی نیستید که فعلا آپدیت رو دریافت میکنن چرا چون مایکروسافت داره فعلا توی فاز اول به کسانی که ویندوز یاد در و اینسایدر شده بودن و تغییر میدن آپدیت رو میده مایکروسافت واسه اینکه سر سرورها شلوغ نشه اومده تقسیم بندی کرده فاز مندی کرده و گفته تو فاز اول کیا بگیرم فاز دوم کیا بگیرم و فاز سوم خودشون یه عدد سه ماهه رو تعیین کردن گفتن توی سه ماه همه آدما این آپدیت رو دریافت میکنن و گفتن اولویت با کساییه که سیستم ویندوز 11 داشتن قبلش استفاده میکردن یعنی اومده بودن اینسایدر شده بودن به اونا کمک کرده بودن بعدش با کسایی که سیستمشون مشخصات بالاتری داره و بعد میان هی سراغ بقیه پس ما اگه بخوایم آپدیت کنیم چیکار کار میتونیم بکنیم مایکروسافت توی وبسایت سه تا روش برای دانلود ایزو و نصب ویندوز 11 رو گذاشته روش اول روش آپدیت که یه فایل به شما میده میاد چک میکنه و میتونید اینجوری سیستمتون رو آپدیت کنید میریم سراغش امروز روش دوم بسه. و سوم رو قبلا براش ویدیو ساختم و ویدیوهاشون منتشر شده میتونید برید اون ویدیوها رو ببینید تو روش دوم یه مدیا مید... کریشن تول به ما میداد اون میزو رو برامون دانلود میکرد حالا یا ایزو یا فایل بوت... یا فلشمون رو بوتیبل میکرد و روش سوم هم که کلا ایزو رو میگرفتیم میتونستیم کلین اینستال انجام بدیم یا آپگرید انجام بدیم فعلا با اونا کار نرم با این کار دارم که انگار میخوام ویندوزمو رو آپگرید کنم برای اینکه ویندوزتون رو بتونید آپگرید کنید گفتم پس روش اول که برید از ستینگ جواب نمیده راهکار چیه راهکار اینه که یا برید ستاپ آپدیت رو دریافت کنید بزنید میخوام آپدیت کنم آپدیت بکنید یا اینکه فایل ایزو رو از داخل ویندوز اجرا کنید بره قبلی یا مشخصات قبلی رو در بیاره و بعد بیاد آپگرید ویندوز رو انجام بدید پس این دوتا روشه الان میخوایم این دوتا روش رو با همدیگه ببینیم و بزنیم این ویندوز 10 رو بریم تا مرحله آپدیتش من این ویندوز آپدیت نمی کنم چون این ویندوز اصلی من, من یه ویندوز 11 هم دارم ولی همه مراحل رو بهتون نشون میدم و میگم که چه توی ویدیو قبلی که ساخته بودم برای نصب کامپیوتر قدیمی اونجا عین این کار رو انجام دادم حالا اون رو کامپیوتر قدیمی این کامپیوتر جدیده آها این سناریو برای وقتیه که ما کامپیوترمون جدید باشه و مشخصات رو داشته باشه اگه کامپیوترتون قدیمیه اون سناریو قبلی رو ببینید ویدیوش رو اونجا کامل توضیح دادم بریم با هم دیگه شروع کنیم این کار رو انجام دادم راستی اگه هنوز سابسکرایب این کانال نیستید خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب بزنید زنگوله بغلش هم بزنید ما شروع کردیم داریم سری دوم از ویدیوهای ویندوز 11 رو میذاریم و به زودی دوره ویندوز رو قرار شروع کنیم که احتمال خیلی زیاد روی ویندوز 11 بهتون میگم با ما امرو بشید خب اول از همه بریم چک کنیم ببینیم که آیا آپدیت به من میده یا نمیده میام توی ویندوز آپدیت هم اینجا همونجوری که میبینید ویندوز من آپدیته یه آپدیت واسه اومده میگی که آقا ولی به چی آپدیت میشه ده دوباره 21 وان و این شماره آپدیت شه. پس آپدیت جدیدی نمیتونه واسم بگیره هر چقدرم چک فور آپدیت رو بزنم به ویندوز 11 فعلا ارتقا پیدا نمیکنه به خاطر اینکه من هنوز جز اون دستبندی یا فاز دریافت اولین سری نیستم و اون فاز برای کساییه که فعلا ویندوز 11 داشته باشن که اونم ویدیوشو به زودی میسازم ببینید داره یه آپدیت دیگه میگیره نه کنید ولی این یکی هم دات نت فریم یکی هم مایکروسافت دیفندره و هیچ کدوم ربطی به ویندوز 11 ندارن پس این روش جواب نمیده حالا بریم سراغ روشی که جواب میده خب برای اینکه این, این روش که گفتم رو استفاده کنیم کافیه بیاید به این آدرس آدرس توی توضیحات هست اینجا ویندوز 11 اینستالیشن اسیستنت رو باید دانلود کنید دانلود نارو رو که بزنید شروع میکنه این فایل رو واسه دانلود کردن یه فایل 4 مگی یا چیزی نیست دانلودش کردم اجراش میکنم خب ببینید میگه که میخوای اینستال ویندوز 11 انجام بدی و میگم اکسپت ان اینستال نا کنید رف شروع کنه خودش اصلا دانلود کردن و اینستال کردن این یه راهه دقت کنید که سیستم من سیستم جدیدیه و امکان نصب کاملا روش وجود داره پس مشکل نمیخورم سه مرحله داره مرحله اول باید دانلود کنه بعد بره سراغ بقیه واقعا هیچ کاری نداره همینو بزنید بقیهش رو میتونید ادامه بدید همه فایل و تنظیماتتونم هم میتونه نگه داره توی ویدیو قبلی ببینید گفتم پس هیچ مشکلی از این لحاظ وجود نداره من اینو کنسل میکنم بریم سراغ اینکه اگه فایل ایزو رو دانلود کنید چی اگه بیاید از اینجا کریت ویندوز 11 انستالیشن مدیا رو بزنید یا ایزو رو دانلود کنید از اینجا فرق نمیکنه این مرحله که گفتم بریم از این یکی ببینیم دانلود ایزو مدیا creation تول رو برای ما دانلود میکنه این ابزار با اون ابزار قبلی فرق میکنه این رو که باز بکنید میگه که قوانین رو قبول میکنی میگم بله ویندوزتون رو میتونید انتخاب کنید next و اینجا میگه که آقا میخوای فلش تو کنی یا اینکه فایل ایزو رو دانلود کنی مثلا میزنید ایزو نکست رو میزنید و شروع میکنه به دانلود کردن روش سومم اینه که از اینجا فایل ایزو رو دانلود کرده باشید که من قبلا دانلودش کردم و الان میخوام همون فایل ایزو رو اجرا بکنم این فایل ایزو منه فایل ایزو رو اجرا میکنم و میرم وارد سی میشم اینجا ستاپ رو میزنم اگر فایل ایزو رو دانلود نکرده بودم از قبل شاید همون روش اول راحت تر بود که بره دقیقا فایلی که میخوام رو بگیره اینجا میگه که آقا میخوایم بریم ویندوز یازه نصب کنیم باشه نمیخوام آپدیت بگیره نکست رو میزنم میره چک میکنه اگر سیستمتون جواب بده اینجا ادامه میده اکسپ میزنم فضا رو چک کرد حالا میگه آقا رو نگه دارم کی پرسونال اینجا همون مرایلیه که گفتم اون بر مرحله یک رو کنسل کردم اینجا مرحله دوستش میشه شما میتونید از اینجا بگید که آقا میخواید به چی ارتقا پیدا کنید نه کنید چون ویندوز من اینترپرایز بوده الانم میره به ویندوز 11 انترپرایز داره ارتقا پیدا میکنه اگه پرو بودم میرفت روی پرو من چون انترپرایز قانونی دارم الان میره رو 11 انترپرایز فایل رو نگه دارم یا نه میتونید اینجا چنج وات تو کیپو بزنید و بگید چیا رو نگه داره مثلا بگید فقط پرسونال فایل ها رو نگه داره اپ رو پاک کنه یا بگید نه همه چیز بمونه یا هیچ چیو نگه نداره سه تا داره من میگم همون اولی دوباره نکستو میزنم دوباره میره همون چکینگ رو انجام میده اون صفحه میاد و اینجا اگه اینستال رو بزنم میره شروع میکنه دانلود کرد میره شروع میکنه نصب کردن دیگه فایل دانلودی هم نره میره شروع میکنه نصب کردن کامپیوتر ری میشه و با ویندوز 11 میاد بالا که توی ویدیو قبلی دیدید پس واقعا هیچ کاری نداره شما به همین سادگی میتونید آپدیت کنید خب اینم از این دیدید که به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید و ویندوز دهتون رو به 11 آپدیت کنید حالا میمونه چند تا نکته سوال اولی که خیلی ها پرسید تو این روزا اینه که من ویندوز اورجینال دارم و میخوام آپگرید انجام بدم هیچ مشکلی پیش نمیاد لایسنس قبلیتون میمونه روی 11 هم کار میکنه مایکروسافت گفته این ویندوز رایگانه برای کسایی که ویندوز 10 دارن پس مشکلی وجود نداره به راحتی همین روش آپگریدتون رو انجام بدید از داخل خود ویندوز همین روشی که من رفتم ولی یه سریتون امکان داره بگید که اوکی سیستمم جواب نمیده سی پی نسل 6 دارم یا سی پی نسل 7 دارم آموزش قبلی که نصب ویندوز روی کامپیوتر قدیمی بود رو ببینید یه فایل داره که اون فایل رو باید بردارید جای این ستاپ بذارید و اون وقت اجرا کنید حالا اگه بخواید این کارو بکنید باید برید فایل ایزو رو پس دانلود کنید یعنی از روش فایل ایزو بعد بیاید فایل ایزو رو اکسترکت کنید باز کنید بریزید رو سیستمتون یا بریزید رو فلش مثل همون آموزش فایلش رو عوض کنید از اونجا این کار رو انجام بدید هیچ مشکلی وجود نداره و به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید پس جواب این سوال رو هم دادم سوال دومی که خیلی مهمه ویندوز 11 اینسایدر نصب کرده بودم و حالا میخوام آپگرید انجام بدم اونو فردا ویدیو شو میذارم یه ذره سناریو فرق میکنه احتمال خیلی زیاد با آپدیت اصلا میگیریدش ولی باید برید دیو چنلتون رو, رو عوض کنید تو ویدیو فردا واسهتون میذارم و میتونید می اونجا هم رو ببینید سوال دیگه اگه دارید لطفا توی کامنت ها بنویسید خواهش میکنم دایرکت اینستاگرام ندید نمیرسیم واقعا همه رو جواب بدیم خیلی عارم. ادمین جواب میده من نیستم که بخوام جواب بدم من فقط دایرکت های. من فقط کامنت اینجا رو میخونم و براش ویدیو میسازم سعی میکنم اونجا هم جواب میدیم ولی واقعا همه رو نمیرسیم همین امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه و بتونید استفاده کنید باز تأکید میکنم پیشنهاد میکنم از الان برید روی ویندوز 11 استفاده کنید اگر کاربر خونگی هستید با نرم افزار خیلی خاصی استفاده نمی کنید که براتون مشکل زابشه برید اشکال نره ولی اگه نرم خاص استفاده میکنید و کاربر حرفه‌ای محسوب میشید پیشنهاد میکنم هنوز دست نگه دارید یا اینکه ویندوز اصلیتونو مثل من داشته باشید یه نیازم 11 بریزید کنارش استفاده کنید آها این باور غلط چیه که یه سری میگن آقا دو تا ویندوز داشته باشم سیستمم خراب میشه یعنی چی خراب میشه شما 100 تا سیستم عامل کنارم داشته باش هیچ مشکلی به وجود نمیاد پس این باورم بریزید دور که آقا نه نمیشه دو تا سیستم عامل داشت شما 100 تا سیستم عامل هم کنارم دیگه داشته باشید به قطعاتتون هیچ آسیبی وارد نمیشه با خیال راحت این کار میتونید انجام بدید توی چالش 100 تا سیستم من اگه با من همراه باشید و همه ویدیوها رو ببینید یاد میگیرید که سیستم عامل رو در کنار هم دیگه نصب کنید و بدون مشکل ازشون رو استفاده کنید من ادشیر کاوینی هستم اینجا چاره کامتره اگه دوست دارید که این محتوا بیشتر دیده بشه از من حمایت بشه بتونم ویدیوهای بهتری تولید کنم بهترین کمکی که میتونید بکنید اینه که ما رو به دیگران هم معرفی بکنید یه سری کامنت جالب گرفتم یه سری دایرکت گرفتم بچه ها دوستاشون عکس فرستاده بودن برای منم فرسته بودن که من ببینم دمتون گم مرسی ازتون واقعا حمایت شماست که باعث میشه من بتونم این کار رو بیشتر انجام بدم و دلگرم تر بشم مرسی فلان خدا نگهدار